درود به شما مخاطبان شریف. بررسی زندگی عارف عارفکیا میتونه در مورد تاریخ ایران هم اطلاعات خوبی به ما بده. جمهوری اسلامی هم شرایطی برای بازگشت عارف پیش روی او گذاشت. اما انتخاب عارف چی بود؟ اون شرایط چی بود و چه اتفاقاتی در کودکی برای عارف افتاد؟ طلاق پدر و مادرش بعد از انقلاب، او در کشور موند. و اتفاقات ناگواری رو تجربه کرد که باعث شد از ایران بره در ادامه ویدیو به صورت کامل به زندگی عارف میپردازیم قبل از هر چیز لطفا از پایین ویدیو روی دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش کلیک کنید خیلی متشکرم از لایک شما عزیزان عارف عارف کیا 19 مرداد 1319 به دنیا اومد آرف حدوداً 900 ترانه خونده عارف از پدر و مادری با اصالت اردبیلی در تهران متولد شد. مادرش متولد و ساکن باکو بود و در دانشگاه مسکو رشته دندان پزشکی را گذرونده بود. مادر بزرگش هم اوپرا میخوند و علاقه زیادی به اشعار نظامی و خاقانی داشت. با شروع جنگ جهانی دوم بسیاری از خانواده های ایرانی به جنوب عرس کوچ کردند. بعد از این کوچ اجباری مادرش مجبور شد دانشگاه رو نیمه کاره رها کنه او با پسر اموی خودش ازدواج کرد و نتیجه این ازدواج عارف بود پدرش راننده کامیون بود در اون زمان یکی از مشاقل سخت و مهم محسوب می شد البته الان هم همینطوره متاسفانه پدر و مادر عارف خیلی زود به دلیل اختلاف در طرز تفکر از هم جدا شدند. عارف مجبور شد که دور از محبت مادرانه در کنار نامادری زندگی کنه قحطی و کمبود مواد غذایی به دلیل وقوع جنگ جهانی دوم و کم توجهی به بهداشت باعث شیوع بیماری هایی در ایران شده بود که عارف هم به دلیل همین امراض و همچنین کمبود توجه و مراقبت مادرانه به مریضی بسیار سختی دچار شد به همین خاطر مادرش تونست سرپرستی او رو بگیره عارف خواهر و برادرهای دیگری به نامهای محمد رضا، علی رضا و شهرزاد هم داره مادر عارف دیگه ازدواج نکرد عارف سه ساله بود که زندگی تازه ای رو در کنار خانواده مادریش در خیابان نادری کوچه شیروانی در چهارراه استانبول آغاز کرد. زبون اول این خانواده آذری بود. حتی پدر بزرگ و مادر بزرگ عارف زبون فارسی بلد نبودند. شرایط زندگی اونها از نظر مالی چندان خوب نبود. اما همه تلاش می کردند که کانون خانواده گرم باشه. تنها دلخوشی این خونواده گوش دادن به یک رادیوی لامپی با مارک ای جی آ بود که همیشه بر روی موج رادیو بادکوبه تنظیم شده بود. عارف قبل از اینکه دیپلمش رو دریافت کنه ازدواج کرد. او چهار بار ازدواج کرده که حاصل اونها چهار دختر به نامهای سهیلا، سابرینا، نازلی و نیکیتا هست که در اروپا و آمریکا زندگی می کنن. او همچنین یک پسر به نام سوهیل هم داشت که در سن 41 سالگی به دلیل سرطان لوزالمعده در آلمان درگذشت. عارف در اوایل دهه پنجاه خورشیدی اقدام به تأسیس دفتری به نام بهکده کرد و از دیگر خواننده ها هم دعوت کرد که دائما به بیمارستان ها و آسایشگاه های روانی برن و برای بیماران به صورت رایگان برنامه اجرا کنند. آقاسی، سوسن، پوران و خیلی از خواننده های دیگه هم دعوت عارف رو پذیرفتند. عارف بعد از انقلاب 57 در ایران موند او در مصاحبه هاش گفته در ابتدا فکر می کردم که این انقلاب مثبت خواهد بود و در ایران آزادی هایی برقرار خواهد شد او در ایران موند و حتی برای انقلابی ها ترانه هایی رو اجرا کرد ترانه هایی مثل برادر بیا و دستهایم را به تو می دهم در این دوره اجرا شده آخرین برنامه ای که او در ایران اجرا کرد در یک جشن عروسی بود که از دید نیروهای کمیته یک مجلس تاقوتی بود بعد از پایان اون جشن بین عارف و نیروهای انقلابی درگیری رخ داد او گفته یه بار یه بچه ای که تفنگ دستش بود گفت میخواستم بیام داخل خونتون و همتونو رو بکشم اگه اومده بود داخل خونه که دیگه اومده بود یه اتفاقی بود مثل همه اتفاقهای اون موقع من دیگه به جایی رسیده بودم که میدونستم نباید بمونم وگرنه کشته میشدم بعد از این درگیری عارف تصمیم گرفت با پول ناچیزی که در اختیارش بود به آمریکا سفر کنه تا به دوستان هنرمندش بپیونده او بعد از هفت ماه حضور در ایران برای همیشه وطنش را ترک کرد و به لندن رفت. او به لندن رفت تا بعد از یک توقف کوتاه به آمریکا پرواز کنه. اما سفر به انگلیس مصادف شد با تسخیر سفارت آمریکا در تهران. با تسخیر سفارت آمریکا پاسپورت ایرانی ها باطل شد. عارف مجبور شد در لندن بمونه او در اوایل دهه 60 خورشیدی به لس آنجلس رفت و در اولین قدم تونست ترانه سرباز کوچولو رو اجرا کنه. عارف در سال 1996 با همکاری همسر سابقش شرکتی به نام آرفای رو باز کرد که بیشتر آلبوم های عارف و خیلی از خواننده های مشهور مثل هایده، مازیار و غیره اونجا تکثیر می شد. او یکی از اعضای فعال تیم فوتبال هنرمندان اهل لس آنجلس بود حدود 20 سال هر چهارشنبه در پست دفاع چپ این تیم بازی می کرد از دیگر اعضای فعال این تیم هم میشه به اندی، ستار، داوود بهبودی، کامبیز قربانی، پسر گوگوش و بسیاری دیگر از هنرمندها اشاره کرد. عارف در اوایل دهه 80 خورشیدی به کشور امارات رفت و در دبی ساکن شد. پس از مدتی که آرامش به زندگی او برگشت تونست ترانه عاشقانه آرامش رو اجرا کنه دلیل اینکه امارات رو انتخاب کرد این بود که فاصله بسیار کمه فقط 20 دقیقه ای با ایران داشت او بیش از ده سال هر شب به جز ایام سوگواری در دوبه برنامه اجرا کرد و از این طریق با ایرانیان داخل کشور در ارتباط نزدیک بوده او همیشه در برنامه هاش از آرزوش برای بازگشت به ایران سخن گفته. این حرفها به گوش مسئولین و مقامات داخل ایران هم رسید و شروطی رو برای بازگشت عارف تعیین کردند. این شروط اینها بود. نوشتن توب نامه، فراموش کردن هنر خانندگی، حضور در اجتماع کمتر از پنج نفر. این شروط برای عارف بسیار سنگین و دردناک بود، و همانند برخی از همکارانش به این شرطها نگفت پس از اعتراضات مردم خرمشهر به دلیل بیابی عارف در پیامی گفت که آرزویش این است که در شهرهای جنوبی ایران به کشاورزی بپردازه جالبه بدونید که عارف برای اولین بار در یک مهمانی ترانه ای آزری رو خوند تا اون زمان حتی خانوادش هم صدای آواز او رو نشنیده بودن و از علاقش به این هنر آگاه نبودن همچنین زمانی که حدوداً شش سال سن داشت ترانه ای سوزناک از قاسم جبلی رو میخوند که اطرافیان و همسایه ها او رو تحسین کردند و میگفتند چقدر قشنگ میخونه اگه نمیدونستیم که این پسر فقط پنج شیش سالشه حتما باور میکردیم که عاشق شده نظر شما عزیزان در مورد عارف عزیز چیه؟ لطفاً در قسمت کامنت ها بنویسید. یک دنیا سپاسگزارم به خاطر لایک این ویدیو و تمام محبت های شما عزیزان. مواظب خودتون باشید تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.